کانکریت شده افغانستان مبارزه کنه و ایر از بین ببره و اصلاحات عمیق و اساسی را در مابین افغانستان بیاره. ما نمیخوایم که بشر دوست صاحب مایوس بسازم، بر از اینکه او مرد قاطع و با عزم و شریف است. صدای پاک داره، نیت پاک داره، آرزومندی های بسیار شریفانه داره، اما در برابر آقای بشر دوست مسد های بسیار قوی را میبینیم، قله های بلند را میبینم که ما توانمندی بشر دوست نمیبینم که قله ها را بالا شده بتانه به تنهایی خود. امیال دوستانشان و کسایی که در پارلمان اطلاق اخلال دماغ سرشان میکنن، خلل دماغ، و اونا را دیوانه قلب داد میکنن به خاطر که راست میگه. برادرها، از امی کسایی که کاندید هستن و کسایی که احتمال میره که در آینده کاندید شوند، شما توقع کردن نمیتونین و این معجزه کردن نمیتونه. کجا است اگر که ما شمشیر علی رضی الله عنه را میداشتیم، شجاعت از او را میداشتیم و امو فراست و درایت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را میداشتیم، سخاوت رحم عثمان غنی را میداشتیم و عدالت عمری را میداشتیم که ما افغانستان اسلام میکردیم. برادرها، خواهرای عزیز من، امروز گروه های دست چپی متشکل هستند، تشکلاتشان قوی شده میره، ارتباطاتشان از اروپا شروع میشه، با امریکا، با کانادا، با استرالیا و در داخل افغانستان ختم میشه. اگر امروز دو نفر وکیلشان در پارلمان است، شما یقین کنین که در آینده قریب در انتخابات دیگه شاید یک 40 نفرشان در انتخابات باشند و در پرنسیپ کی با اینا مخالفت کرده میتونه؟ برای از اینکه در افغانستان کی محاکمه شد؟ کدام مجرم محاکمه شد که ما گریبان از اینا را بگیریم؟ بله، اینا مطرح هستند، منتها که مطابقت کنند با قانون اساسی افغانستان، نام حزب خود، نام تشکیل خود کمونیست و سوسیالیست و غیره نمیمانند، نام های دیگره، اما امو اشخاص میایه و شما جلویش گرفته نمیتونین و او به ما میگه که تو هم با خنجر بیرحمت در قلب شرف و ناموس و وجدان افغانستان کوبیدی و ما هم عین کار کردم، اما آستین ما این خنجر از آستین سرخ به قلب افغانستان کوبیدم و تو از آستین سبز، پس فرق میانی من و تو چیز بگو. برادرها، فساد عمیق شده میره، دزدی و چپاول مروج است، حتی مردم غریب و بینوای افغانستان چون چاره اثر شده، سعی و تلاششان برای بیبود و اصلاح نیست، میگن ما کدام راهی را پیدا کنیم که ما دمی حلقه های فساد داخل شویم. شما کشت تریاک بگیریم. خب خلاصه بازم اگر من با او بحث ها برم، این بحث هاییست که همه شما آگاهانه او را درک میکنیم. پیشنهاد ما چیست؟ پیشنهاد ما ایست که اگر امکان داشته باشم، اگر عملی باشم و اگر خدا بخوایم، ملل متحد با یک سوابقی که داره در همطور مسائل زمام امور افغانستان، اداره و حراست افغانستان برای یک مدت با عهده بگیره و در اینجا ما از یک شورای خاص ملل متحد نام میگیرم، سوابقش مختصر به عرضتان میرسانم که شما با ارتباط موضوع را ببینین که من چرا این پیشنهاد میکنم. یک شورای در ملل متحد وجود داشت و فعلا موجود است در پرنسیپ که به نام شورای قیمومیت ملل متحد است یا United Nations Trusteeship Council. این شورا، بازم باید به عرض شما برسانم که پیش از تأسیس ملل متحد یک مجمع دیگری بود به نام جامعه ملل که او را به نام لیگ آف نیشنز یاد می کردن. او امی شورای قیمومیت را تایید کرده بود و برش وظیفه داده بود که او ممالکی که
و او حتی ممالک نه، قلمروها، خطه ها و جزایر کوچکی که از بدنه ممالک شکست خورده جنگ عمومی دوم جدا شدن، اینا توانمندی اداره خودی را ندارن، با پا ایستاده شدن نمیتونن از لحاظ سیاسی، و اینا از ممالک مستعمره جدا شدن. سرنوشت از یا چی خواهد شد؟ ملل متحد در سال 1945 به شورای قیمومیت خود هدایت میده که تو حراست و اداره و تنظیم اینمی جزایر و اینمی خطه ها را و همی قلمروها را به عهده بگی تا زمانی که مردم و ساکنین از این قادر شود که سرنوشت آینده مملکت خود را یا ملخطه خود را خودشان تعیین بکنند. و این به خاطر شد به یک پرنسیپی که رفاه و آسایش امو مردم از او خطه ها و از او قلمروها مورد بحث قرار گرفت، و هم هاکذا به خاطر تأمین صلح بین المللی. شورای قیمومیت 11 مملکت زیر بال حراست و بزرگواری و پدری خود گرفت که 7 مملکت از این یا 7 خطه از این یا قلمرو از این در افریقا بود و 4 از این در ابهار قرار داشت. طرز ادارهش اینا بحثای بسیار طولانی است که من نمیخوایم که در این بحث به خاطر اختصار او را ذکر کنم که چی رقم یک میکانیزمی بود که را اداره میکرد. اما در رأس اداره از اینا 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد قرار داشت. شما خب میفهمین خواهر و برادر من که در ملل متحد 6 ارگان است، یکیش امی شورای قیمومیت است، دیگه شورای امنیت است، و دیگه مجمع عمومی ملل متحد است، دیگه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد است، و دیگه امو محکمه عالی بین المللی عدالت است، و دیگه دارالانشای ملل متحد است. شورای قیمومیت هم از جمله اونمو 6 ارگانیزیشنی بود که وظیفه خود را انجام داد و اونمو ممالک تحت حراست خود قرار داد تا وقتی که آهسته آهسته بازی ممالک داوطلبانه ملحق شدن، که از اون جمله جزایر خرد و ریزی بود که به نام بخیال ما که مارینیای شمالی بود، جزایر خرد و ریزه بود که اینا به کامنولت یا ممالک مشترک المنافع امریکا شامل شدن، و آخری مملکت 11 از این سومالی لند ایتالوی بود که او هم به استقلال خود رسید، و خردترین مملکتی که در سال 1994 از امی ادمنستریشن یا از امی اداره خارج شد به نام پالاو یا پالی بود، یک مملکت کوچک است که آزاد شد و جز اعضای ملل متحد گردید و آزاد شد. پالی یک مملکت، یک جزیره بسیار کوچک است، در 500 مایلی جنوب فیلیپین قرار داره و در 1000 ببخشید در 500 مایلی شرق فیلیپین قرار داره و در 1000 مایلی جنوب توکیو قرار داره. یکی از تفرجگاه های بسیار مشهور دنیایی است که سالانه در حدود 650 تا 800 هزار نفر توریست از این دیدن میکنه، و واید زیاتر از این جزیره خرد امی است. وقتی که ممالک آزاد شدن یا ملحق شدن یا دیگه شدن، دیگه کاری برای شورای قیمومیت باقی نماند. شورای قیمومیت چون به اساس چارتر ملل متحد به وجود آمده بود، ایره لغو هم نتانستن. حتی همیال رئیس داره و معاون داره، رئیسش یک نفر فرانسویست به نام دوکلاس و معاون ازی به نام تامسن یک نفر انگلیس است که هنوز این شورا وجود داره اما فعال نیست، کدام فعالیتی نداره. اما امی رئیس و معاونش به ارتباط است که محافل و مجالس و شوراهای مختلف ملل متحد، و یک دفعه کوفی انان میخواست که اصلاحات را که در ملل متحد آورده بود